خب همه با هم خیشیم، همه با هم به تو میاندیشیم. کاش با ما بودی، کاش ای گم شده اینجا بودی، کاش این همه من ما میشد، قطره دریا میشد، گوهر گم شده پیدا میشد. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینانم، بینندگان تلویزیون ایران فردا. آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنه، از روز ایمانه سپاسگزار. خب میدونیم که جمعی از دوستان ما دست به دست هم دادن، امروز تعداد شدن خیلی زیاد شده، صدها تن، و اقدامی رو شروع کردن از ماها پیش، یعنی یه جنبش، در واقع جنبشی پدید آمده در جهت کند و کاف در گذشته تاریخی ما، گذشته فرهنگی ما، و بعد در پی به اصطلاح کشف انگیزه هایی که سبب پیدایش بیداری ایرانی، رنسانس ایرانی شد. به نظرم خیلی جنبش مهمی است. همچنین خودتونم ملاحظه می‌فرمایید، امروز جوانهای ما جمعاً به طور دست جمعی سرگرم بررسی تاریخ گذشته هستن. همه اونها میخوان ببینن که آقا مشکل در کجا بوده، مشکل در کجا بوده، چرا این اتفاقات ناگوار در میهن و مملکت ما رخ داد، به چه سبب، چه ارزش های ناپسندی در بین ما رواج داشته که باید حذف میشد، این تعصب از کجا آمد که بالاخره منجر به پیدایش یک حکومت مذهبی شد. خب اینا پرسش های اساسی نسل جوانه. خوشبختانه امروز جوان هم به گذشتهشون علاقمند شدن، برخلاف نسلی که با ما زندگی میکرد در گذشته، که وقتی صحبت میکردید از مثلا تاریخ هخامنشی ها، خب با استهزا از این تاریخ سخن میگفتن، با حقارت بارها در این باره صحبت کردیم، اصلا حاضر نبودن قبول بکنن که بالاخره ایرانی ها در یک دوره مبشر مدنیت بودن، بنیانگذار تمدن بودن در دوردست های تاریخ، و موفق شده بودن یک جامعه اخلاقمند و قانون مدار رو تأسیس بکنن و خیلی از قبایل و ملت های ریز و درشت رو هم بیارن زیر سایه این نوع نظام مدیریتی و سیاسی. یعنی کار خیلی قابل و کار بزرگی. خوشبختانه این توجه امروز هست، در گذشته نبود. در گذشته برخوردها با تاریخ ایدئولوژیک بود، برخورد با تاریخ از دریچه ایدئولوژیک، در نتیجه هیچ کس به نتیجه دلخواه نمیرسید، چون ایدئولوژی ها همه وارداتی بودن و با تاریخ و گذشته ایرانی ها دشمنی داشتن. یک تعبیر عمده هم این بود که جامعه تراز نو یا جامعه تراز نوین رو فقط میشه بر خاکستر گذشته تأسیس کرد، و اگر چیزی از گذشته بر جا باشه، خب طبیعتا نمیشه یک جامعه سوسیالیستی نو تراز رو در ایران به وجود آورد. این نظریه جمعی بود، تقریبا نظریه قالب در بین همه ایدئولوژی های وارداتی در میهن ما. اجازه که بریم به سراغ مهندس شاهین نژاد، که ببینیم مهندس شاهین نژاد دستی در تاریخ داره، کتابی داره درباره تاریخ دوره ساسانی، برداشت های جالبی، و بعد این گروه که امروز میگم دیگه صدها تن هستن، یه نفر نیست، سعی میکنن هم با هم ارتباط ارگانیک داشته باشن، هم حالا تصمیم گرفتن که یک کنگره برگزار کنن، با هم دیدار بکنن، با اینکه اصلا تشکیلات سیاسی نیست، مطلقا یک تشکیلاتی است که قصد و هدفش کشف اون ارزش های بایستی فرهنگی و ملی در نزد ایرانیان. مهندس نژاد درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی ارجمند، درود بر همیهنانم که بیننده برنامه هستن، و سپاس از شما به خاطر پیشگفتار بسیار مناسب و به جایی که داشتید. تشکر میکنم. خب اول به من بگید که الان در حال حاضر بچه هایی که الان عضو این جنبش هستن، تعدادشون هم میدونم خیلی زیاد شده، الان تا اینجا که پیش اومدید راضی هستید؟ خیلی راضی هستیم آقای میبودی، و این استقبال از ایده، استقبال از یه اندیشه، یه مقدار زیادی مسئولیت رو هم زیاد میکنه. یعنی با
با اینکه صحبت از یک جنبش، یک سازمان یا حزب نیست و هر کسی در این جنبش میتواند در این روی این کشتی در گوشه پارو بزنه، چون آنچه که محور هست اون اندیشه ایست که ما کوشش میکنیم در جامعه جاری کنیم، ولی به هر حال اون چند نفری که بیشتر در رسانه حضور دارن طبیعتا مسئولیتشون بیشتر میشه، برای اینکه به نوعی سخنگوی بقیه همراهان و هماندیشان هم هستن. در حال کار سنگینی است، مخصوصا وقتی عده زیاد میشه و شما از استرالیا تا اسپانیا و از ایران تا کانادا در حقیقت هماندیش و همراه دارید. ولی بسیار بسیار استقبال خوب بوده و امیدواریم که پس از اون همایشی که در سان دیگو بود، این همایش پس از حدود 7 ماه پس از اون یکی در پاریس بتواند که خیلی از دوستان رو که از کشورهای مختلف اروپایی به پاریس میان و در کنار هم قرار بده، رو در رو گفتگو کنن، یه مقدار ظرف اون 3 روز اعتماد سازی بشه، افراد بهتر همدیگر و توانایی همدیگر رو بشناسن و بتوانند که حس کنن که به صورت یک جریانی که به صورت زنجیر به هم وصله، یک کار گروهی اصیل و بدون شعار و امیدواریم با شعور رو بتونن جلو ببرن. خب بنابراین شما در فکر ساختن حزب و اینا نیستی؟ نه آقای میبودی، حزب، سازمان و حزب به هر حال جای خودشو داره، هر کسی که دنبال همچین حرکتی هم بره به نظر من اگر درست عمل کنه خدمته. رنسانس ایرانی یک جنبش فرهنگی است به دنبال اینه که بتواند تشویق کنه و ابزار لازم رو بده و امکاناتی رو بده که جامعه ایرانی در حقیقت یه مقداری از نظر فکری شخم بخوره، یک نگاه های جدیدی رو در ارتباط با مسائل و مشکلات ایران در حقیقت بذاره وسط و اجازه بده که همیهنها شاید با نگاه های نوعی هم در این ارتباط بتوانن آشنا بشن. حالت جنبش چند تا مزیت داره. یکی این که جنبش با خودش یک مدیریت یا رهبری مشخصی نداره، آن چیزی که مهمه درش هماهنگی است و همراهی است و اینکه ساماندار باشه، به جای سازمان یک سامان و نظمی داشته باشه که حرکت ها برنامه ها همسو باشه. دوم این که ما فکر کردیم آقای میبودی و فکر میکنم که اگر کلامون رو قاضی کنیم این ادعای گزافی نیست، ما که میگم این ما ایرانی هایی که در حال حاضر به عنوان فعالان فرهنگی و سیاسی و مدنی و حقوق بشری و هر گونه معرفی میشیم، کسانی هستیم که از نظر تعداد متاسفانه دست کم در خارج از کشور زیاد نیستیم. بخش زیادی از مردم نسبت به مقوله سیاست بی‌اعتماد شدن، دل سردن، ناامیدن، خستن، کلافن و این باعث میشه که شما جدا از حالا مسائل کیفی از نظر کمی هم آن توان لازم رو نداشته باشی که بتوانی یک نیروی قابل ملاحظه رو در صحنه داشته باشی. در نتیجه باید رفت به دنبال کارهای بنیادی، کارهایی که اولا اونهایی که نسبت به سیاست بدگمانن یا دل سردن بدونن که مسئله ایران مسئله سیاسی نیست، مشکل ایران خیلی فراتر از سیاسته، مشکل امروز ایران مسئله ماندن و نماندنه و اینکه چگونه ماندنه. اگر میخواهیم که یک کشور دست چندم در جهان نباشیم و دوباره در آن روند یک گام به پیش دو گام به پس طی طریق نکنیم، اگر نمیخواهیم که مرتب تجربیات تلخی رو که به عنوان یک ملت تاریخی در دورهای مختلف داریم نظارگریم، دوباره این تجربیات رو خودمون و نسل‌های بعد دوباره تکرار نکنن، فکر میکنم که باید بپذیریم ما نیاز به رستاخیز فرهنگی داریم. جنبش رنسانس ایرانی به دنبال این رستاخیز فرهنگی در دو پهنه یا دو حوزه است، قلمرو اندیشه و قلمرو اخلاق. و اتفاقا یکی از برنامه‌هامون تو این هم در حقیقت همایشی که در پاریس برگزار میشه اینه که یه مقدار بیشتری این مقوله فرهنگ ایران شهری، اندیشه ایران شهری، منش ایران شهری رو یه مقدار با همدیگه صحبت کنیم،
هم اونایی که آشنا نیستن یه مقدار آشنا بشن که چه در ذهن برخی از دوستان میگذره و این جریان جریان اصیلیست، جریان ساختگی نیست، و همین که در این نشست ها و گفتگوها یه مقداری برای خودمون و برای دیگران هم پخته بشه، چون ما دیکشنری نداریم که مکتبی برداریم ترجمه کنیم. در حقیقت فکر میکنم دست کم برای نخستین بار تا اونجا که من میدونم، حالا احتمال داره جای دیگه هم بوده باشه، ولی در همین عصر جدید به دنبال این باشیم که تولید اندیشهی بکنیم که بنمایه هاش، که خواستگاهش، که آبشخورش خود ایران، خود سرزمین ایرانه و کاملا بومیست، از مؤلفه های ملی خود ایرانی سرچشمه گرفته، در نتیجه امکان این که در سرزمین ما ازش استقبال بشه، بالنده بشه و بتواند منشأ اثری برای حرکت های اجتماعی و حرکت های بزرگتر باشه. کاملا. و خوشبختانه وقتی به جامعه ایران نگاه میکنیم، این حالت موم رو پیدا کرده، یعنی مردم آماده پذیرشه. خیلی از چیزهایی هستن که حتی ممکنه با باورهای اونها هم همخوانی نداشته باشه، ولی حاضرن به سادگی باورهای غلط رو کنار بگذارن، از ارزشهای غلط بگذارن. این خیلی مهمه. برخی از عادات خودشون رو حتی ترک بکنن. الان بسیار جوامع داریم در دنیا، مثلا در شمال آفریقا یا در خود خاورمیانه، اینا جوامع منجمدن، جوامع سنگواره‌ای، دچار انجماد شدن. بسیاری از قبایل خاورمیانه همین وضع رو دارن، حاضر نیستن چیز تازه‌ای رو بپذیرن، برخلاف ایرانی ها که این آمادگی رو پیدا کردن. شما نگاه کنید، داشتم بحث میکردیم با آقای دکتر فرهنگ اولاکویی، خیلی جالب بود، مثلا در مورد این مبارزه با مجازات و اعدام، این کاری که خانم سامر علی نژاد کرد در شهر نور باعث شد که اول 500 خانواده، بعد گزارشی داد خانم ساناز علسی از مرکز مطالعات اعدام که بعد از خانم سامری علی نژاد در شی در شهر نور 350 پدر و مادر دیگه هم قاتلان فرزند خودشون رو بخشیدن. پس آموزش خیلی میتونه مهم باشه، خیلی میتونه مهم. مثلا ما بحث مربوط به اعدام داشتیم آقای شاهین نژاد، جالبه، یکی از موافقان سرسخت اعدام، وقتی که با این استدلال مواجه شد که آقا اعدام به عنوان مجازات به معنای اجرای عدالت نیست، با کشتن کسی عدالت تحقق پیدا نمیکنه، نه، این نظمه که به نظم یک جامعه کمک میکنه، یعنی یک حکومتی از اعدام استفاده میکنه برای اینکه چیکار کنه، برای اینکه نظم رو آهنین بکنه. همین، عدالت اجرا نمیشه. خب گفت من وقتی بعد این استدلال شنیدم، خودم شدم جز مخالفان مجازات اعدام. این مردم آمادگی دار. نگاه بکنید به این تغییر وضعیتی که پدید آمده در ایران، مثلا این گرایش دختر خانمای ما به رفتن به دانشگاه و خواندن رشته های بسیار دشوار درسی، خود اینا همه نشانه تحول، نشانه دگرگونی است، یا این علاقه ای که جوانهای ما به گذشته پیدا کردن، نشون میده که چقدر رسانه میتونن سهم عمده ای داشته باشن و نیازی نباشه به خون و خونریزی، نیازی نباشه به انقلاب، میشه از طریق اسباب و ادوات فرهنگی تحولات عمده ای در این مملکت پدید آورد. و خب یک شما همینه دیگه، علاقه ای که جوانها به گذشته پیدا کردن به خاطر چیه؟ به خاطر دیدن این همه تجربیات در این 3-4 دهه اخیره، دیدن افول بسیاری از ملت هاست و این دگرگونی هاییست که در کل منطقه خاورمیانه همه از سر جهل و نادانی بوده. به نادانی خیلی کمک کرد به اینکه برخی از ملت ها راه های خطا برن و سرشون به سنگ بخوره، به روز سیاه بنشینن. خب آقای نژاد، فکر میکنید که چه تعداد در پاریس شرکت بکنن؟ من روی برآوردی داری؟ ما به خاطر مکانی که در اختیارمونه برای انجام این کار، که مکان بسیار مناسبی هم هست، در سالن اصلی ما امکان داشتن حدود 200 نفر رو داریم. حدود 200. بعد ما دو تا سه تا سالن جنبی داریم و یکی دو تا هم اتاق جلسات. در حقیقت
شاید کمتر از نیمی از برنامه آقای مهبودی اختصاص داره به سخنرانی ها و پنل گفتگو، ولی بقیه برنامه شاید 50-60% همایش در حقیقت انجام کارهای تخصصی است در سالن‌های مجزا. یعنی ما 5 تا کارگروه یا کمیته تعریف کردیم، دوستانی که ثبت نام میکنن که تشریف بیارن پاریس اعلام آمادگی میکنن در یکی از این کارگروه ها مشارکت کنن. موقعی که ساعت‌های سخنرانی تموم میشه و ساعت کمیته ها شروع میشه یا کارگروه ها، ما پخش میشیم بر اساس کارگروهی که عضوش هستیم در یکی از این سالن‌ها قرار میگیریم، حالا یه کارگروه 30 نفر، یکی 40 نفر، یکی بالا و پایین، و در اون کارگروه ها بر اساس تقسیم بندی که شده کار تخصصی انجام میشه و در حقیقت اونجا یه نطفه شکل میگیره که در حقیقت آغاز کاره. روزی که همه داریم برمیگردیم به شهرهای خودمون از پاریس، همه با برنامه هستیم، یه دستور کار داریم و در این حال یه تیمی رو میشناسیم که باید با این تیم که کارگروهی خودمونه به طور منظم و سیستماتیک کار کنیم. اینگونه میشود این زنجیره رو وسیع‌ترش کرد و این شبکه رو گسترده کرد. ما همیهنانی که علاقه‌مندن در همایش رنسانس ایرانی در پاریس شرکت کنند، یا میتوانند برن به وبسایت ما iranianrenaissance.com یا در فیسبوک برن به برگه رنسانس ایرانی، و یا اگر که فقط میخوان ایمیل بزنن براشون راحت تره، چند تا ایمیله ولی راحت ترینش اینه: همایش 2015@yahoo.com. اگر به این همایش 2015@yahoo.com ایمیل بزنن، بعد دوستان ما در دبیرخانه بهشون پاسخ میدن که چگونه میتوانن ثبت نام انجام بدن و مشخصات دیگر هم در اختیارشون قرار میدن. با توجه به وضعیتی که در فرانسه پیش اومد آقای مهبودی تو این هفته‌های گذشته، طبیعتاً یه مقداری باید از نظر رفت و آمد اونجا مراقبتی باشه. از این نظر افرادی که ثبت نام میکنن باید یه برشون دعوتنامه میره که پرینت میگیرن اینو، با کارت شناسایی عکسدارشون تشریف میارن و موقعی که میارن در مرکز اونجا سکیوریتی با اون دعوتنامه بهشون در حقیقت خوش آمد میگه، بعضیشون میخواد که وارد بشن. اینم به خاطر اینه که به هر حال پاریس تو این چند هفته یه مقداری ملتهب بود، گرچه همایش رنسانس ایران یه همایش فرهنگی است، ولی خوشبختانه یا متاسفانه همه چیز ما به نوعی به سیاست وصله و این هم احتمالاً جدا از اون نیست. و من فکر میکنم که آقای مهبودی، همچنان که شما اشاره کردید در پیش درآمدی که به این گفتگو داشتیم، کار فرهنگی کاری که قرار ژرف و بنیادی باشه توش باختی نیست، یا شما برنده اید یا خیلی برنده اید. اگر که به اون ایدئال برسید، اگر به اون برنامه 1 ساله و 3 ساله‌ای که تنظیم میکنید برسید و بتوانید واقعا منشأ یک تغییری در جامعه ایرانی یا دست کم بخشی از جامعه ایرانی باشید، در این صورت خب واقعا بردید و به اهداف رسیدید. و من مطمئنم که این رستاخیز فرهنگی یا آغاز این رستاخیز فرهنگی میتواند در ایران حتی دستاوردهای سیاسی بزرگی هم داشته باشه. ولی اگر به دلایلی موفق نشویم که به اون برنامه های 1 ساله و 3 ساله و 5 ساله برسیم، دست کم کاری که انجام دادیم در حد بضاعت و توانمون، صدها نفری که به این جریان اعتقاد داشتیم، تونستیم شاید یه پرتوی بیشتری از مقوله اندیشه، مقوله شاید بازبینی آنچه که مشکلات امروزه ایرانه رو با همیهنان رو مطرح کنیم، یه عده‌ای به هر حال روی مسائلی شاید مسائلی دستگیرشون بشه که بتواند برخی از نگاه رو عوض کنه. بنابراین باختی در کار نیست، یا برنده ایم یا خیلی برنده ایم. بعد در کندو کافزاری درسته، باختی نیست، هرچه هست هر تجربه ای که کسب بشه به نظرم نافع برای زندگی امروز و وردا. یه واقعیت هم اینی که خاورمیانه با انقراض فرهنگی روبروست در اغلب نقاط خاور. نگاه کنید به روسیه، به سوریه نگاه بکنید، به عراق، بخشهایی از عراق، دست کم یمن، بقیه کشورهای خاورمیانه، این خاکبرداری عظیم و یک انقراض اخلاقی. خبرهایی که از خاورمیانه میرسه، مثلا این حوادث در رابطه با گروه داعش، تراژدی هولناک، اینا همه
نشان دهنده اینه که ما به شکلی به اصل تبخش برگشتیم. درست ابزار جدیدن. خدمتتون بگم بله، شماری از کسانی که اومدن در این شبکه رنسانس ایرانی همراه شدن، یک شماری از اونها از کردهای عراق هستن. عجب. شمار قابل توجهی از اونها از همزبانان افغانی ما هستن و یه تعدادی هم از تاجیکستان هستن. من فکر میکنم آقای مهبودی ما این مطلبی آماده کردیم که اینو به طور گسترده منتشر میکنیم به 8 یا 9 زبان، الان در حال تکمیله. و همچنان که به هر حال فکر میکنم برای همه روشنه که انقلاب اسلامی 36 سال پیش یک نقطه آغازی شد برای این حرکت‌های اسلام سیاسی در منطقه و الان هرچی که ما داریم میبینیم به نوعی به اون نقطه آغاز بنده. ایران از دو نظر کاملا زمینه و آمادگی یک رنسانس ایرانی رو داره و میتواند دوباره یه پرچمدار تغییر باشه در منطقه، این بار در جهت مثبت و در جهت سازنده و در جهت پیشرفت و رفاه و صلح. اون دو دلیلی که ایران رو ما مستعد میدونیم برای این رستاخیز یا رنسانس فرهنگی این است که یک 36 سال حکومت مذهبی رو مزمزه کرده و پشت سرش داره. کشور منطقه هیچ کدوم به همچین درازایی یه نوع همچین حکومتی رو تجربه نکردن. و دوم این که ما در کولبار تاریخیمون یک پشتوانه ای داریم. ما وقتی صحبت از اندیشه ایران شهری میکنیم اینو با همیانان در میون میذاریم، اینها فلسفه بافی نیست، واقعا مسائلی است که هست. ما اندیشه سیاسی داریم که از جهان بینی ایرانی نشأت گرفته، ما اینها رو میتوانیم مطرح کنیم. من نمیگم که بگیم این خوبه یا فرض کنید دستاوردهای مدرنیته غرب خوبه یا این بده اون بده. من میخوام بگویم که اگر ما 100 سال یا بیش از 100 سال مرتب دستاوردهای مدرنیته رو که از باختر زمین بر اومده بود و بردیم به پیکر جامعه ایران با یه سرنگ تزریق کنیم و هر دفعه که یه ذره موفق شدیم بعد دوباره این جامعه به هر دلیل اینو پس زد، بنابراین شاید راه سومی باشه. ما نباید بین دو تا سنگ آسیاب سنگینی که یکیش به هر حال تهجر و عقب ماندگی و واپس ماندگی و مذهب زدگی است و از سوی دیگه واردات مستقیم مدرنیته غرب به کشورمون گیر بکنیم. فکر میکنیم راه سومی هست و اون راه سوم اینی که ما مدرنیته ای رو از نوع ایرانی با دستمایه های ایرانی رقم بزنیم تا جایی که سرمایهش رو داشته باشیم، پشتوانهش رو داشته باشیم، ازش بهره بگیریم. چون در اون سرزمین با توجه به مؤلفه های بومی و محلیش بخت موفقیتش بیشتره. اگر در جاهایی هم ببینیم که ما اون پشتوانه رو نداریم، طبیعتا میتونیم وام بگیریم و هیچ تعصبی نداریم که بگیم ما همه چی رو داریم، ولی مطمئنیم که چیزهای ارزشمندی داریم که میتوانیم تکمیلش کنیم. تشکر میکنم آقای مهندس شاهین نژاد عزیز، امیدوارم موفق باشید. مطمئنم که تلویزیون ایران فردا همینان هم بهترین سخنرانی هایی که در این همایش ایراد میشه بهترین رو خواهد گزید و اونها رو برای شما پخش میکنه که شما در جریان فعالیت دوستان جوان ما باشید که همه عشق دارن به فرهنگ و سرزمین خودشون. امیدوارم که از این طریق بشه واقعا شاهراه رو پیدا کرد، یک شاهراه، از این کوره راه دور شد. خداحافظ آقای نژاد عزیز. خیلی سپاسگزارم جناب مهبودی و از شما و همیهنان ارجمندم. خدا نگهدار میگم بهتون تا فرصتی دیگه. تشکر. حس میکنم دیگه دوستم نداری، حس میکنم زیادی وجودم، چرا به این زودی ازم بریدی؟ من که گل سرسبد تو بودم. حس میکنم تو این روزا نمیخوای یه لحظم حتی منو ببینی. کاش میدونستم عشق دیروز من فردا که شد
تو با کی هم نشینی؟ دوستم نداری، میدونم دوستم نداری، اما تو چشمات میخونم که بیقراری. خدا کنه که برگردی تو پیشم، بدون تو من دیوونه میشم. دوستم نداری، میدونم دوستم نداری، اما تو چشمات میخونم که بیقراری. خدا کنه که برگردی تو پیشم، بدون تو من دیوونه میشم. این در افسانه های زروانی و زروان از همون زمان میاد دیگه. اعتقاد و باورهای ایرانیان در گذشته های خیلی دور، گذشته های دورتر است. افسانه است که به نظرم مصداق دنیای امروزه، دست کم وضعیتی که خاورمیانه داره. در این افسانه آمده که زروان حامله بود، باردار بود، یعنی زمان باردار بود. دو فرزند در شکم داشت، دو قلو، یکی اهریمن یکی اهورمزدا. هورمزد، این دو در شکمش بودن. زروان به خودش فکر کرد که هر کدام زودتر به دنیا بیاند هستی رو به او میسپاره. جالبه اون چیزی که فکر کرد به گوش اهریمن رسید که در شکمش بود. اهریمن شکم زروان رو درید و خودش از شکم او زهدان او بیرون انداخت و امپراتوری و سیادت بر کائنات و هستی به او سپرده شد. وقتی امروز نگاه میکنیم به وضعیتی که خاورمیانه، کشورهایی از قاره آفریقا مثل سومالی، کشور بی صاحب، یا کشوری مثل لیبی که از طرف سازمان ملل به عنوان یک کشور مطلقاً متلاشی شده و منقرض شده ازش یاد میشه که قبایل مختلفی دارن اون رو اداره میکنن، 42 قبیله در نقاط مختلف، یا سرزمین های بی صاحب دیگری که هر روز داره اضافه میشه بر کل سرزمین های آفریقا و همینطور خاورمیانه، به این ظرافت میفتیم که مبادا اهریمن از شکم زمان بیرون جسته باشه و از هورمزد سبقت گرفته باشه در اداره این سرزمین ها و این جغرافی های غمزده و عصبی و درد کشیده. خداحافظی میکنم با همه شما. تشکر، سپاس. امیر رخشان، خیلی ممنون. تا دیداری دیگر.